سمره خمسه متولد بهمن 64 طراحی لباس رو در دانشگاه الزهرا خونده و دوره‌هایی رو تو این زمینه با اساتید فرانسوی گذرونده. حدود 7 ساله که این کار رو شروع کرده و 6 ساله که طراحی لباس رو تدریس میکنه. ازش راجع به شروع کارش پرسیدیم. وقتی که درسم تمام شد توی بیولوژی متوجه شدم که خیلی خوشم میاد، دوست دارم طراحی لباس رو، و وقتی که رفتم و شروع کردم طراحی لباس رو خوندن، یه دفتری پیدا کردم بعد از سالها که مال زمان دبستان من بود که پر از مدل و لباس و حتی آرایش و همه چی، و این خیلی برای من جالب بود چون اصلا فراموش شده بود برام. اونجا بودش که تصمیمم قطعی تر شد و اینکه گفتم حتما توی این مسیر کار خواهم کرد. کانسپت کارتون، کانسپت طراحیاتون چیه؟ خودم بیشتر لباسان به صورت ترکیبی از آوانگارد و لباس‌های امروزی هستش که ترکیب این دوتا، یعنی از حجم استفاده می‌کنم، از اشکال هندسی استفاده می‌کنم و خیلی زیاد از رنگ استفاده می‌کنم توی لباسان. مشتریاتون چه قشری هستن؟ ببینید، چون من کارم کلن تخصصی میاد روی اندام اون فرد و حالا شغلی که داره یا رنگ پوستش یا حالا هر چیزی که شخصیت اون فرد، و خصوصا روی روانشناسی آدم ها خیلی دقت میکنم که چه جور آدم هایی هستن و چی رو بیشتر علاقه من هستن، بر اساس اون طراحی میکنم. شاید آدم های خاصی باشن، یعنی شاید کسایی که دوست دارن خیلی خاص لباس بپوشن، خیلی تک باشن، یا اینکه وسواس خاصی توی لباس پوشیدنشون دارن، معمولا اون افراد هستن. از نظر اقتصادی چطور؟ از نظر اقتصادی خب معمولا کسایی که خیلی وسواس نشون میدن هزینه بیشتری میکنن برای لباساشون. کاراتون رو چجوری به نمایش میذارین؟ از طریق صفحه فیسبوک هم که بود، الان از طریق صفحه اینستاگرام هم هستش، و حالا یه سری شوهایی که خودم فقط برگزار می‌کنم. ایونت خودتون برگزار می‌کنید؟ بله، ایونت هایی که حالا شخصی هستش، بعضی موقع هم که گروهی برای بچه‌ها هستش. تو ایونت خودتون ایونت های دیگه شرکت نمی‌کنی؟ کسای دیگه، یعنی بله. متاسفانه شرکت نکردم به خاطر اینکه به سبک و استایل کاری من نمی‌خوره. به نظرتون سطحشون چجوریه؟ اونجوری که بخوام بگم رفتم ورق زدم و دنبال کردم، شعر مثلا یکی دو جا رفتم فقط به عنوان بازدید کننده، ولی از لحاظ روحی به من اون حس مثبت رو نداد، به خاطر اینکه میگم سبک کاریم خیلی تلاش میکنم که خاص باشه و اینکه هر کسی ازش استفاده نکرده باشه. به خاطر همین وقتی میرم میبینم خیلی کارا مثلا شبیه کاری که تو مغازه هم دیده میشه، و به نظر من یه طراح لباس کسیه که نباید کاراش توی عمده فروشی هم دیده بشه. برای تبلیغات از بلاگرها و اینفلوئنسرها استفاده می‌کنی؟ تا حالا استفاده نکردم از بلاگرها و اینفلوئنسرها، ولی همون صفحه پیجم فکر می‌کنم کمک می‌کنه به اینکه بهتر دیده بشه کارها، و بیشتر تبلیغات هم از طریق همون اینستاگرام هستش. الان دقیقاً چی تولید می‌کنید؟ ببینید، من زیاد تولید کننده نیستم. چی طراحی میکنید؟ منظورم اینه که مثلا مانتو، شلوار، نه مانتو اصلا طراحی نمیکنم. لباسه بله، لباس های قابل پوشش و لباس های مفهومی، میتونم اینطوری بهتون میگم، آرت کار میکنم. ولی لباس های مجلسی و اینها هم کار میکنم که میگم اونو تخصصی، خب سفارشی هستش. برنامه تون واسه آینده کاریتون چیه؟ خیلی دوست دارم که بتونم اینترنشنال کار بکنم، بین المللی باشه کارم، و اینکه خیلی دارم تمام تلاشمو میکنم که فشن و طراحی لباس رو توی ایران استانداردش رو پایه‌گذاری بکنم، و امیدوارم توی آینده توی این کار خیلی موفق تر باشم، یعنی بتونم کسایی رو کنار خودم داشته باشم که آموزششون داده باشم و اونا هم بتونن به من توی این راه کمک بکنن. شما گفتین تدریسم میکنی؟ بله. یکم از این بیشتر برام توضیح بدید. من از اونجایی که خیلی معلمی رو دوست دارم و اینکه کلن از بچگی اینطوری بودم، یه کاری رو که یاد میگرفتم دوست داشتم به دیگران هم کمک کنم، اون آموزش بدم. یه قسمت از فیلد کاری من یکی دو روز در هفته برای هنرجوام گذاشته میشه که بهشون طراحی لباس رو بر اساس اون استانداردهایی که فکر میکنم توی دنیا داره تدریس میشه، به صورت فشرده البته، بهشون آموزش میدم و به همشون کمک میکنم، یعنی اگر خودشون بخوان، و من خب همیشه تشویق میکنم که بکنن این کارو، بعد از اینکه دورهشون تموم بشه وارد بازار کار بشن، بهشون به صورت رایگان مشاوره میدم و هر کمکی از دستم بر بیاد براشون انجام میدم.
همینطور یه کار دیگه که براشون انجام دادم که توی تابستون امسال بود، نمایشگاه گروهی گذاشتم و اونایی که فارغ التحصیل شده بودن همشون نمونه کاراشون رو گذاشتن و خب اومدن همه دیدن. خیلی تجربه خوبی شد براشون، چون اجرای کار یک فصل دیگه ای هست اصلا توی طراحی لباس. امضای خاصی تو کارتون داری؟ امضای خاص که میتونم بیشتر بگم استفاده از اشکال هندسی و حجم توی لباسام. من خیلی چیزای برجسته توی لباسام، سرشونه های برجسته مثلا، یه تیکه برجسته حتما توی لباسام هست. چیزی هست که بخوای راجع بهش صحبت کنی من نپرسیده باشم؟ سوالی که خیلی همیشه ازم میپرسن و دوست دارم که اینجا هم جواب بدم، هم هنرجوهام هم کسایی که خب توی پیجمون هستن یا حالا توی نمایشگاه ها میان از من سوال میکنن که حالا مثلا ما اگه طراح لباس شدیم، لباسمون رو وقتی گذاشتیم توی پیجمون بقیه نمیان بردارن استفاده بکنن یا کپی نمیکنن از کارمون. این حرفی که من بهشون دارم اینه که یعنی خودم هم ازش دارم همین استفاده رو میکنم. کسی که اگه اومد از شما کپی کرد، نشون میده که شما خیلی کارت خوب بوده که ازت کپی شده، پس ناراحت نشو، اتفاقا خوشحال بشو که ازت کپی کردن یا الگوی کسی دیگه هستی. و دوم این که بله، توی ایران این اتفاق میفته، یعنی میان و لباسای شما رو برمیدارن، طرحاشو به اسم خودشون استفاده میکنن، اما اشکالی نداره. این چیزیه که شما فقط میتونی انجام بدی، یعنی استایل شماست، کار شماست. اعتقاد من اینه که کاری که من میتونم انجام بدم، هیچ کس دیگه‌ای که مقلد منه نمیتونه اون کارو انجام بده، پس اجازه بدین که این کار انجام بشه. به نظر شما مد و فشن توی ایران چقدر با ایدئال‌های دنیا فاصله داره؟ میتونم بگم خیلی. واقعا خب خیلی فاصله داره. بعد چی کار باید کرد برای اینکه به اون ایدئال نزدیک بشه؟ بزرگترین اتفاقی که افتاده اینه که آموزش صحیحی توی کلاس‌های آموزشی ما و توی دانشگاه‌های ما اتفاق نمی‌افته و من واقعا از این موضوع ناراحتم و از اساتیدی که دارن این کارو می‌کنن واقعا خواهش می‌کنم که اگر وارد هستن توی این کار، بچه‌ها رو توی اجراها کمک بکنن، یعنی یه طوری بهشون آموزش بدن که واقعا طراح لباس از اون آموزشگاه یا از اون دانشگاه بیرون بیان. طراحای لباس ما فارغ التحصیلاشون نقاشای خوبی هستن، خیلی 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 دیگه کمکشون بکنن یه مقدار تو خلاقیته و بعد نمیتونن، یعنی اکثرا میان پیش من بعد از مدت ها فارغ التحصیل ها، حالا از هر جا که هستن، میان میگن ما اصلا پارچه رو نمیشناسیم، اصلا با این لباس رو با چه پارچه ای باید دوخت، با چه پارچه ای اجرا کنیم، چه رنگی. اینا اینطوریه، یعنی اینجوری نمیشه باش کار کرد واقعا، اینکه صرفا تئوری همش بخوای یه کاری رو انجام بدی، باید عملی انجام بشه. و اینکه یه مقدار خیلی زیادی دانش طراحی لباس ما قدیمیه، یعنی از مد افتاده است، بعد یه مقدار مقالات دیگه و علم و دانش امروز که توی جهان داره تدریس میشه به زبان فارسی هم ترجمه بشه و تدریس بشه. شما رمز موفقیت خودتون رو تو چی میبینید؟ من صبر اول از همه، چیزی که اول خودم هم نداشتم و خانوادم خیلی به هم کمک کردن تو این مسئله، خیلی به من گفتن که تو هر کاری صبر جواب میده. یکی صبر، دومی این که فکر میکنم که تخیل من خیلی به من کمک کرد. تخیل؟ بله، یعنی چیزی که باعث خلاقیت میشه، تخیل من و ایده پردازی های من خیلی به من کمک کرد که کارهای نو بکنم توی این زمینه. این که الان طرح‌های لباس خیلی زیاد شدن توی ایران و هم هر روز دارن بیشتر و بیشتر هم میشن، به نظر شما مثبته یا منفی؟ این که اینقدر علاقه‌مند هستن به فشن برای من خیلی خوشحال کننده است، ولی متاسفانه توی ایران بیشتر نگاه میکنن به اینکه دست زیاد شده، چی مد شده، مد شده طرح لباس بشیم، مد شده گیریمور بشیم. این خب خیلی بده، به خاطر اینکه باعث میشه اونهایی که باید دیده بشن دیده نمیشن، اونهایی که خلاق هستن و کندتر دارن پیش میرن بر اساس خلاقیتشون دیده نخواهند شد. ولی خب کسایی که همینطوری یهو خوششون اومده میایم طراح لباس بشیم، میان و یه دوره کار میکنن و میرن، به خاطر اینکه دانششون ندارن. و کار من از همین الان دارم میگم کار بسیار سختیه، چون صبوری میخواد، خلاقیت خیلی میخواد، دانش میخواد و اینکه روانشناسی خوبی میخواد. یعنی شما اگه طرفتون رو نشناسین، هیچ وقت نمیتونین لباسی رو براش طراحی بکنین که بپوشه، قطعا یا نمیپوشه یا پس میزنه اون لباسو. از مشکلات کارتون بگید.
یکی از مشکلات خیلی زیاد کاری ما این هستش که پارچه های خیلی خوب توی ایران نیست. یعنی من طرحیو که میزنم برای اجراش خیلی زیادتر از اون طرحی بعد وقت بگذارم تهران و همه جا رو بگردم و آخرم یه چیزی مشابهش پیدا بکنم. این خودش یکیه، یعنی اگه بشه پارچه های مقدار بهتر وارد بازار ایران بشه میتونیم خیلی چیزهای خلاقانه تری رو خلق بکنیم. و دوم اینکه خب محدودیت هایی که وجود داره و اینکه ما نمیتونیم خیلی تطبیق بکنیم کارمون رو. بیشتر تو فیلد مانتو همه فعالیت دارن میکنن، یکی از علتاش همین هسته.